ببین این کباب کوبیده ایه که با گوشت معمولی زدیم توی فر. اینو خیلی رسپیشو بالا پایین کردم تا یه چیز خوب در بیاد. خیلی وقت دوستان هی میگفتن آقا یه کوبیده تو فر به همون یاد بده، ولی خب باید یه چیز کار درستی در میومد. ناکن آبدار برای مهمونت، برای عزیزت چه کباب خوبی درست بکنی. سلام ارادت. خیلی‌ها به من میگفتن کباب کوبیده توی فر به همون یاد بده. ببین امروز میخوام کباب کوبیده توی فر بهت یاد بدم. یه کوبیده رو که بارها و بارها آموزشش رو دادم هست، نسبت مساوی قلوه‌گاه گوسفند و سردست گوساله به همراه به ازای هر 1 کیلو 200 تا 250 گرم پیاز آب گرفته شده، واسه هر 1 کیلو گوشت بین 12 تا 13 گرم نمک، 1 گرم فلفل سیاه، 1 گرم فلفل قرمز به همراه نوک قاشق چایخوری جوش شیرین. این فرمول کباب کوبیده که همه جا درست میکنن و خیلی هم خوب میشه. حالا امروز گفتم علاوه بر فر بهت یاد بدم با گوشت چرخ کرده توی یخچال توی فریزرت با اون کباب کوبیده بزنی. یعنی در هر موقع اراده کردی در یخچال وا کنی، گوشت چرخ کرده رو بکشی بیرون، کباب کوبیده درست کنی، نری دنبال قلوه‌گاه گوسفند و نمیدونم فلان. من امروز اینجا دارم ترکیب 70-30 گوساله و گوسفند گوشت چرخ کرده، چیزی که همیشه واسه خونه میگیرم، چربیشم کمه ولی کبابش خوشمزه میشه، نگرانش نباش. حالا این 400 گرمه تقریبا، 450 گرم گوشته. چقدر ما پیاز میخوایم؟ من توش 2 تا دونه یا پیاز متوسط یا 3 تا دونه پیاز کوچیک، یعنی نیاز تقریبا به 100 گرم ما توفاله پیاز داریم. حالا اول پیاز رو با رنده ریز رنده میکنیم. مواظب باشید دستتون تو رنده نره. خب این از پیاز. ببین این پیاز رو با همین آبش بذارید روش یه چیزی بکشید، حالا یه سلفونی چیزی، اینو بذارید یه 1 ساعت 1 ساعت و نیم داخل یخچال بمونه که اون حالت اسیدیته پیاز از بین بره و بافت گوشتتون رو خرابش نکنه. اینو همینجوری میذاریم میمونه. خب پیازمون استراحت کرده، حالا میخواییم آبش رو بگیریم. یه دونه توری بذارید این پیازو خالی کنید داخلش، آب پیازو خوب بگیرید. نکنید همینجوری توریه رو جمعش بکنید. و یکی از نکات کوبیده اینه که گوشت باید خیلی خنک باشه همیشه برای کوبیده. این پیاز رو بهش اضافه میکنم، فلفل قرمز دیگه، فلفل سیاه بهش نمیزنم، به همراه نمک. ما واسه این تقریبا یه چیزی نزدیک بین 5 تا 6 گرم نمک نیاز داریم، میشه نصف قاشق غذاخوری. اون نمکه خودش تو عمل آوردن گوشت خیلی مهمه. خب حالا اینو خوب ورزش میدم. گوشت یه بار چرخ شده هم هست، شما حالا اگه خواستید مثلا از چرخ گوشت خونه استفاده بکنید، چرخ گوشت دارید، میتونید این گوشت رو یه بار دیگه خودتون با پنجره ریز چرخش کنید. خب این مخلوط که شد، الان زمانشه که بهش یه مقدار جوش شیرین اضافه بکنیم. ببینید خیلی هم نمیخواد جوش شیرین بزنید، نکنید همینقدر کفایت میکنه، در حد نوک قاشق چای خوری. جوش شیرینش رو زیاد نزنید، ولی جوش شیرین گوشت و عمل میاره. نکنید چسبش هم داره خوب میشه.
بافت گوشتش رو میبینید درشته. حالا الان میخوایم امتحان کنیم ببینیم آماده است یا نه. نگاه کن، من از بالای گوشت میگیرم، خب نگاه کنید گوشت همینجوری ادامهش میمونه، یعنی این گوشت چسبش خوبه، اینجوری وسط نصف نمیشه بیفته پایین. نگاه کن این دیگه الان آماده است، اینو میذاری داخل یخچال، یه سرما ببینه در حد نیم ساعت خنک که شد آماده است که ما سیخ بگیریمش. فرو آماده میکنیم روی دمای 250 درجه. فرای خونگی دیگه ماکسیموم حالتش 250 درجه است، فر بالا. بعد برای اینکه دود نکنه چیکار میکنیم؟ سینی فرو آب میریزیم توش. خب ناکنید کفشو کامل آب بریزید که همه جاشو آب بگیره. این باز یه مقدار آبش کمه. خب نگاه کنید آبو میریزیم، این چربیایی که از بالا شل میشه میریزه پایین، دیگه میریزه تو این سینی، دیگه دود نمیکنه، نمیریزه یه جا که داغ باشه بسوزه. فرو بذارید 250 درجه گرم گرم بشه. بعد که گرم شد این سینی رو بذارید داخلش. بعد باید در فرو باز بذارید. یه همچین توری هم اگه دارید بذارید طبقه بالای فر نزدیک حرارت، یعنی حالا اونایی که فر برقی دارن یا فرقی نمیکنه فر گازی دارن، اون المنتی که بالا هست مثلا باید انقدر با کبابتون فاصله داشته باشه. این زیرش باشه دیگه نگران ریختنش هم نیستی، نباشم نمیریزه. ولی کسایی که خیلی نگران ریختن کبابشونن این کارو میتونن بکنن. برای سیخ گرفتن کوبیده یا آب دست بذارید کنار دستتون، دستتون هم نمیخواد خیلی آب بزنید ها. یعنی همین آب ناکن دست رو اینجور میزنی، دست رو خیس میکنی، آب اضافیشو میگیری در این حد. یه سیخ کوبیده وردارید. من آموزش کامل این سیخ زدن کوبیده و اینا رو زدم، حالا بالای ویدیو هم میذارم که کسی خواست بره استفاده کنه. ناکنید یه چونه ور میدارید، خب توی دستتون اینو یه مقدار حالت دکترش میکنید، میبینید؟ خب ناکن از بغل سیخو وارد میکنی. خب انقدرم باید از سر سیخ خالی باشه. خب حالا آب دست رو میزنیم، دست این اجازه ناکنید دست رو میگیرید، این انگوش میره بالا، این اینجوری ناکن اومد تا پایین، بر میگردونی دوباره این ورشو. خب ناکن الان این کباب ما آماده است برای گل انداختن. گل چجوریه؟ ناکن دست های خیس میکنی، دوباره میگیری با انگشت شست به صورت کج ناکن. آخرشو یه قیچی سر و ته بالا و پایین کبابتو میبندی. دیدی چجوریه؟ این خیلی راحت میشه یه کباب کوبیده‌ای که میتونی سیخ بگیری. حالا اینو ناکن، اینو میذاریمش اینجا، میریم سراغ بعدی. ناکن این گوشتیه که میام گوشت چرخ کرده یه که توی فریزر بوده. چربی این گوشت الان واسه یه کباب کوبیده یه مقدار کمه، چون گوشت چرخ کرده رو که ما انقدر چرب نمیگیریم واسه استفاده، ولی با همین هم شما میتونی کباب کوبیده بزنی. اگه خواستی خیلی حرفه‌ای تر شه باید اون مقدار گوشتایی که بهت گفتم رو رعایت بکنی. یه مدل دیگه گل انداختن هم واسه مبتدیاست که با این دوتا انگشت میزنی. نگاه کن اینم یه مدل واسه یه مبتدیاست که راحت تره. س
سر و ته سیخ تو تمیز کن، قشنگ بگیر، نگاه کن. اینم یه مدل واسه مبتدی تراست. یه مدلم هست، نگاه کن، اینجوری میگیری سیخ کوبیده رو، خب نکن از وسط این، نگاه کن، از وسط این سیخو رد میکنی. کسایی که واسه شون سخته که بخون از بغل سیخو وارد کنن، اینم یه مدلشه. نکن همین چند تا دست بهش بخوره میزون میشه. حالا بهتون گفتم اگه واسه تون اون گل سخته، نکن این گلو میزنی، تشم یه قیچی، سرم یه قیچی، خیلی راحت میتونی تو خونه کباب درست کنی. ببین من با 400 گرم 4 تا سیخ کوبیده زدم، کوبیده هاش تقریبا میشه 125 گرمی 130 گرمی، چون توش یه تقریبا نزدیک 80 گرم 100 گرم هم پیاز میخوره دیگه. فر رسیده به 250 درجه، در فر رو باز میکنی، این سینی آب رو میذاری که این فقط کارش اینه که جلوی اون دوده رو بگیره. نکنید همینجوری میریم طبقه بالای بالا، این کبابپز تابشی میمونه. خب اینو میذاریم همینجا تا درست بشه. فقط اوایلش رنگ روی کوبیدتون که به قول معروف عوض شد، چند بار برش گردونید. خب یه سیخ من در بیارم ببینید چه جوری شد. نگاه کن اینجوری که شد، این سیخو بر میگردونیم، این برش هم میذاریم بشه. خیلی فقط آروم وردارید، نکن کباب کوبیده همون داره چجوری میشه. تمام این چربی هایی که میخوایم داره میرزه تو سینی بدون اینکه دود بکنه. خب نگاه کن، به 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 این کباب کوبیده، این برش هم یه ذره بشه آماده است. خیلی راحت و خوشگل ببین چه کباب کوبیده ای میتونی بزنی وسط خونه بدون دود. به به. خب ببین این کباب کوبیده ایه که با گوشت معمولی زدیم توی فر. اینو خیلی رسپیشو بالا پایین کردم تا یه چیز خوب در بیاد. خیلی وقته دوستان هی میگفتن آقا یه کوبیده تو فر به همون یاد بده، ولی خب باید یه چیز کار درستی در میومد. نگاه کن این نرمیشم ببین، نگاه کن، نگاه کن کباب نرمه، نرم، نه یه چیز لاستیکی. خیلی حرفه با چربی کم این کبابو درست بکنی ها. به میتونی برای مهمونت، برای عزیزت چه کباب خوبی درست بکنی. من یه تیکش هم تست بکنم، فقط شما نرمیشو نگاه کن، نکن نکن آبدار. حالا یه چربیشو با نون بخوایم بگیریم، نگاه کن این اون کباب کوبیده ایه که باید درستش بکنی و لذت ببری. ببینیم مزهش چجوری شده. به به، عالیه. امیدوارم درستش بکنی و لذت ببری. اینو میگن یه کباب کوبیده توی فر دیگه از ریختنش هم خیالت راحته، عمرن نمیریزه چون زیرش یه حالت اون توریه رو داره. بکوب لایک و به اشتراک بذار، کامنت رو منفجر کن. مخلص.